ای نام تو بهترین خاص بی نام تو نام کی کنم باس بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعین برادرای عزیز سلام خوشحال هستم که یک دفعه دیگه در خدمت شما هستم و دباره یک موضوع حساس امرای شما صحبت میکنم در این سالها صحبت کردن با افغانها یک کمی مشکل شده از جهات مختلف مشکل شده به خاطری که ما دوچار یک مرز افراطیت شده یا در بست صد در صد یک چیز را قبول میکنیم یا در بست و صد در رد میکنیم و ای در جامعه که مصیبت ایدئولوژی ها را از سر گذاشتنده باشن بسیار طبیعی است وقتی که من میگم که ایدیولوژی اول خدمت شما باید عرض بکنم که ایدیولوژی خودش چیست اگر شما یک عقیده را ایتر قبول بکنین که اینمی عقیده درستترین عقیده است و هر عقیده که زدی باشه او عقیده یا غلط است یا کفرامی است یا ضد انقلابی است یا ارتجایی است یا لیبل های مختلفی که داره یک لیبل سرش بزنین و او عقیده را کلا رد بکنین در او صورت گذاری شما کتی مردم مشکل میشه افغانستان یک جامعه نبوده که افراد د اوجه یک مسئله بسیار همهگیر باشه و کل مردم افغانستان افراطی باش بدبختانه ای افراطیگریها از بیرون به طرف جامعه ما آمده و کسایی از ای افراتیتهای دینی و افراطیت های عقیدوی و افراطیت های سیاسی و حتی افراتیگری های زبانی و فرهنگی و این و آن خواستن که از ما استفاده بکنن و قدم به قدم نفاق ما را تشدید کرده برن یکی از مسائلی که امروز در بین روحانیون مسلمان از یک طرف و جوانای روشنفکر درس خوانده در اروپا و امریکا از طرف دیگه موضوع روز است مسئله سکیولریزم و دین است اول خدمت شما باید عرض بکنم که خود امی تعبیر سیکیولاریزم یک تعبیر مربوط به ایساییت از خودش یک تعبیر ایسایی است. و چه معنا یک تعبیر ایسایی است؟ وقتی که ما تاریخ مسیحیت می خوانیم، یکی از قدیسین بزرگ حضرت عیسی که نامش سنت پیتر است و بسیار مورد احترام حضرت مسیح بود و در زبان آرامی حضرت مسیح همی پیتر که نامی باشه در زبان آرامی که حضرت مسیح به او زبان گپ میزد به معنای صخره یا سنگ کلان بود و حضرت مسیح گفت که مه کلیسای خوده به همی صخره یا همی پیتر آباد می کنم و بنابر این اساس کلیسای مسیحیت پیتر بود اما در قرون وسطا یک نو استبداد مذهبی عجیب سر اروپا مسلت شد که ای استبداد مذهبی یک سلسله خصوصیت های بسیار عجیب و غریب داشت یعنی تمام سلاطین اروپای او روزگار بازیچه پاپ بود پاپ بود که جنگ های سلیبی را اعلان کرد پاپ بود که در موارد مختلف تصمیم می و از طرف دیگر تمام کشیش های صاحب سلطه مطلق بودن تا به جایی که اینا خانقاهای راهبا و راهبه ها را درست کردن که این خانقاها دخترا و بچه های بسیار جوانه از زندگی اجتماعی بیرون می کشیدن و چون حضرت مسیح در عمر کوتاهی که در جهان ما داشت یعنی سی یا براوایت تنها سی و دو ساله بود و در این سن ازدواج نکرده بود بنابراین راهبای عیسوی یا قدیسین عیسویت اتر فکر کردن که ازدواج یک گناه است ازدواج یک عمل زشت است بنابراین ازدواج نکردن و در خدمت مسیح بودن یک فضیلت میدانستن پس اینا جوانای بسیار زیاده از جامعه تجرید می کردن, در خانقاهای راهبانه اسیر می گذاشتن و اینها د اونموجه به با اصطلاح بار دوش جامعه بودن کاری نمیکردند لاکن از تولید جامعه استفاده می کردن و همو رقم دخترای جوانه راه بهها ساختند لاکن فکرتان باشه که کلام الله مجید وقتی که برای ما و شما از ماه مبارک رمضان صحبت می کنه میگه که در شبهای رمضان زنها و مردها با هم اجازه آمیزش دارن به خاطری که خداوند میفهمه که همین نقطه اساسی را اگر در بین مردم شما به صورت مطلق منه میکنین مردم ریاکار میسازیم. مردم از این غریزه خود تیر شده نمیتونن بنابراین اگر شما مثلا کتاب دیکمرونه یا کتاب کانتربری تیلز چاسره بخونین ای پرست از افسانه های یا از داستان که کشیش های ایساوی با راهبه ها آمیزش های جنسی میکنن و رسوایی های کلیس ها بالا میگیره و این مسئله اروپایی را که آهسته آهسته طرف رنسانس میایه دچار دو مشکل عمده می سازه یک مشکل ایست که ای نیروی جوانی ره که جامعه اروپایی به کارش نیاز داره از تولید کشیده و در گوشه خانقها به یک نیروی بیکار و عاطل و باطل تبدیل کده ای یک مسئله است و مسئله دیگهه فساد در درون کلیساها به حد رسوایی کشیده لاکن در عین زمان ای خانقاهایی را که ای سویها میگیرند ای خانقاها, خانقاها زمینهای بیاندازه زیاد وقفی دار بنابراین ای کشیشهای کلیساها ر به زمیندارهای بزرگ تبدیل میکنه زمینهای بسیار وسیع و بزرگ در اختیار راهب ها و در اختیار خانقهها و کلیساها قرار میگیره و بنابراین ای تسلطی است که آهسته آهسته سبب ای میشه که یک نو رکود اقتصادی ره در, در جامعه بیاره و ضمنا فساد عامی که در جامعه اروپایی رواج پیدا کرده امروز هم در انگلیسی اصطلاح ویچ هند با کار میره یعنی بسیاری زنا و دخترای جوانی که در چار دیوار راه راهبانه مورد تجاوز و سوی استفاده جنسی قرار گرفته بودن و صدایشان بالا میشد کلیسا به یک شیوه باید از شر اینا خود خلاص می کرد امو بود که زنا را متهم به جادو جادوگری می کردن و با عنوان جادوگر در آتش می به حساب ایسایی که دورکای قایم میته در حدود دو هزار زن در ظرف چار سال در سر تا سر اروپا در آتش سوختانده شد بنابراین در اینجا در اروپا ما می بینیم که مذهب سر تا سر زندگی اجتماعی را در بر گرفته و حق نفس کشیدن آزادانه را هم از مردم سلب کرده و دامی دا جرایان می بینیم که کلیسا جدا از پیشرفت علم جلوگیری میکنه و دانشمندهای بزرگ یا وادار به توبه میسازه و یا دا آتش میسازنه جوردان و برونو را دا آتش میندازن میسوزنن لیکن گلیلی را میگن توبه بکو و به بیچاره با وجودی که در محضر کلیسا توبه میکنه در اموال توبه کدن که تی پای خود در زمین میزنه اما میگه با وجود توبه ما تو میگردی تاریخ نشان میده تا که گلیله به راست میگفت سی ست سال بعد از مرگش کلیسا از او عذر میخواه که تو صحیح میگفتی ما نفهمیده بودیم بنابراین تضادی که در بین علم و در بین دین در اروپا میایه ای بسیار حاد است بسیار نقش عمده داره و جلو تکامل و پیشرفت علمی را گرفته وبنبرین اروپا مجبور میشه که ازادی خوده از مذهب بيګيرا ای نو لیماوخت که بر شما عرض کدوم که خودی امی کانسپټ یم مفهم سکولاریسم دا اروپا اول یک مفهم عیسوی و دینی بود به این معنی که د بین عیسوی ها یک گروه کشیشای سیکیولر پیدا شدن که اینا اینمی خانقابازی و امی چیزها را ترک کردن و می گفتن که نه زندگی اجتماعی هم یک موضوعی است که ما باید برو ارزش قائل باشیم بنابراین ای ترک دنیا یا این شیوهی که راهبای عیسوی گرفته که حضرت مولانا در موردشان میگه که مسلحت در دین ما جنگ و شکوه مسلحت در دین ایسا غارکو این میگه مغاره نشینی یا غارکو نشینی را باید ایساوی ها ترک بگویند. این اولین گروپ کشیش های سیکیولر هستن یعنی توجه به دنیا کردن دنیا را کاملا ترک نگفتن به خاطری که از نظر اسلام دنیا یک پل است بر آخرت شما شما در این دنیاست که اعمال خیر انجام داده میتونین و در نتیجه ای اعمال خیر او دنیایتان هم بهتر میسازین او دنیا جای هیچ خوبی نیست اونجا خوبی شما دیگه به درد نمیخوره پس خوبی را در این دنیا باید بکنین از او خاطر است که پیامبر اسلام میگه که دست دهنده از دست گیرنده کده به مراتب بهتر است و حتی یکی از خصوصیت امت خود ایران میدانه که گدایی ده امت ما نیست خب اگر ما سر تجربه اسلام مکس بکنیم در کلام الله مجید ما چند اشاره در مورد حکومت میبینیم اشاره اول وقتی است که حضرت موسی وقتی که قوم خود از مصر بیرون میاره و در سرزمین موعود که کنعان باشه میرسانه مردمش میگن که ما باید از خود یک پادشاه داشته باشه و ای پادشاهی که برای یا تعیین شده از جانب خداوند تالوت نام داره که در دا قرآن آمده لکن در فرهنگ اروپایی نامش سال است کین سال ای سال وقتی که میخواه که به پادشاهی برسه بعضی از از پیروای حضرت موسی یعنی اسرائیلیا میگن که ای سال ما پادشاهیش مشکل است که قبول بکنیم باید یک کسی دیگه پادشاه شود لکن خداوند که اینا را میخواهد که برای یک دوره معین مجازات بکنه پادشاه اینا سال بسیار ظالم است بعد از او سال یا تالوت به روایت کلام الله مجید توسط حضرت داوود کشته میشه و پادشاهی برای داوود میرسه لکن خداوند برای حضرت داوود میگه که تو معمور استی که بر زمین حکومت کنی لکن این حکومت باید مبتنی بر عدالت باشه بنابراین اساس یا جوهر حکومت در اسلام عدالت است اگر حکومت عدالت کده نتونه علت وجودی خود از دست داده دیگه وجودش ضروری نیست برای جامعه این یک اشاره است و اشاره دیگه در مورد ملکه سبا که در انگلیسی کوین آف شیبا میگنش در اونجا هم اشاره است و قرآن تلویحا می ما میگه که رهبر یک جامعه یک زن بود بنابراین ما نباید در برابر رهبری زن در جامعه خود بسیار اساسیت نشان بتیم بخاطر که کوین آف شیبا یا ملکه سبا قرآن میگه که اینمی پادشاه مردم خود بود ملکه مردم خود بود و حکومتش هم میگه که مبتنی بر عادل بود و ایره هم میگه که او حضرت بلقیس یا ملکه سبا یک شورای از کلانای قوم خود داشت که در دا مورد نامه حضرت سلیمان هم که تیمی بزرگای قوم خود مشوره میکن و وقتی که حضرت پیانبر اسلام میخوایه که پیانبری یا نبوت خوده اعلان بکنه اعلان میکنه و عرب ها در برابر ای اعلانش حساسیت نشان میتن و از حضرت پیانبر اکرم صل الله عله وسلم شکایتها میکنن و بالاخره ابوطالب کاکای حضرت پیامبر اکرم برش میگه که تو از امی ادعای تا تیر شوی عرب ها برش میگن که اگر تو پادشاهی میخوایی ما تو پادشای خود میسازیم لکن پیامبر در حالی که یک فرد است برش میگه که اگر آفتاب ده یک دستم بگذارین محتاب ده دیگه دستم ما از ادعای خود تیر نمیشون با قوت تمام نبوت خود اعلان میکنه لکن وقتی که در مورد حکومت میرسه در مورد قدرت سیاسی میرسه اینال در قرآن ما دو تعبیر دیگه داریم یکی که خداوند با ملائک مشوره میکنه که ما در زمین خلیفه خلق میکنم ای خلیفه ای که خداوند زمین خلق می انسان است حضرت آدم است لکن انسان در قرآن در به حساب مفهوم نوعی خود استعمال شده یعنی نوع انسان نشان میده بنابراین تمام انسان ها خلیفه خدا بر زمین هستند ایره فقهای اسلام خلافت عامه میگن یعنی که تمام انسان ها خلیفه هستن این تعبیر خلافت عامه است لکن ای که یک نفر امور حکومت نمایندگی بکنه و انجام بده و اجرا بکنه ای باید از طرف مردم انتخاب شود از او خاطر لفظ بیعت در فرهنگ اسلامی ما استعمال میشه بیعت هموز که در خرید فروش و فروش بیع و شراغ میگن اینالی شما در مورد یک جنسی که از یک دوکان میخرین خیار دارین یعنی اگر این جنس خوب نبود شما ایره پس بر دوکاندار مسترد میکنین که ایره بگی و قرآن در این مورد هم از لفظ بیعت استعمال می کار می گیره و او آیت مبارکی که بخیر در سوره نسا آمده میگه که اتیو الله و اتیو رسول و اول الامر منکم اتیو الله مطلق است هیچ قید و شرط نداره خدا را اطاعت بکنین اتی و رسول هم مطلق است رسولش اطاعت بکنین هیچ قید و شرط نداره لکن اول الامر که یک قید من کم من به معنای از است در عربی و کم شما من یعنی از شما باشه اینالی سوال ده ایست که کدام خلیفه میتونه که از شما باشه یعنی می صفت من کم پوره کده میتونه او خلیفه صفت منکم پوره کرده میتونه که مردم بر او بیعت کنن شما یک دفعه از خود پرسان بکنین که امی حکمتی که حضرت پیامبر اکرم از اصحاب خود بیعت میخواید و از زنا هم بیعت میخواید در امو جامعه ای که زن به کلی ارزش نداشت دختر اگه تولد میشد زنده به گورش میکدن چرا زنده به گورش می کدن؟ بی بیبی بسیار بر تو باید مورد علاقه باشه اونا تو تصور میکدن که اینمی دختر ما اگه کلان شد چون د جنگای جنگهای قبیلهوی پس قبیله دشمن میایه حمله میکنه ای دختر کتی خود میبره بنابراین ای دختر به قبیله دشمن نفوس قبیله دشمن از زیاد میکنه از او خاطر بهتر است که ما خدا از شریع خلاص بکنم به دلیل بود یعنی او او چیزی که ما در دوران عرب های پیش از اسلام جهالت میگیم او جهالت به معنای تایش یعنی توی یا و شین بوده تایش جهالتی را میگن که با یک تعصب افراطی همراه باشه بنابراین در امو رقم یک جامعه پیامبر اکرم اسلام از زنها بیعت میگیره شما ببینین که در او شرایط و در او وضعیت بزرگترین اقدام انقلابی است که قطعا در تاریخ پیش از او سابقه نداره که یک کسی گفته باشه زنها را که بیاد تو در انتخاب خلیفه برای ما بیعت بده اما به هر صورت پیامبر اسلام از اصحاب خود و شمول زنها بیعت میگیر. اینالی حال دیج ما دو مسئله را از هم تفکیک کرده میتونیم من خدمت شما عرض کردم که در قسمت دین خود اعلام اسلام کتی کسی مشوره میکنه نه کسی پرسان میکنه. میکنه میگه که این دین خداست و اینی آیاتی که برای ما نازل میشه کلام خداست لکن د مورد حکومت از مردم بیعت میخواید خاطری که اطاعت اول الامر در قرآن به صورت مشروط آمده این یک تجربه است اسلام تجربه دیگه است که بعد از رحلت حضرت پیامبر اکرم مسلمان ها در سقیفه بنی سایده جمع میشن و اونا انصار میخواین که سعد ابن عبادره جانشین پیغمبر بسازن یک جربه روان است و حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر و حضرت ابو عبیده جراح در این مجلس حضور دارند و حضرت عمر فاروق و حضرت ابو جراح حضرت ابوبکر صدیق بر خلافت کاندید می این دو نفر هستند اونموجا کسایی که در همو مجلس در سقیفه بنی ساعده جمع شدن اینا بر حضرت ابوبکر صدیق بیعت بیکن صوبش در مسجد تمام مسلمان ها که می باز بر حضرت ابو بکر صدیق بیعت می و حضرت ابو بکر صدیق خلیفه میشه و خطبه که برای خلافت خود میخوانه یک درس بسیار کلان است برای مسلمان ها در او خطبه خود حضرت ابو بکر صدیق می گه که مرا به خلافت برگزیدین ما یکی از شماستم از شما که برتر نیستم اگر در راه خدا بودم اطاعت ما بر شما واجب است لکن اگر بیراه رفتم راه را کچ کدم دیگه شما به اطاعت ما مکلف نیستی و یکی از اصحاب برش صدا می کنه که اگر تو کج رفتی ما کجیهای توره با شمشیر راست می کنیم بنابراین ای دو حقه بر مردم ثابت میکنه یک حق بیعت کردن بر یک خلیفه ره دوم اگر خلیفه کج رفت از راه اسلام و همو هدف حکومت که عدالت است او را جامعه به وجود آورده نتانست در او صورت ای از رای خود کج رفته و ای کجی هایش مردم حتی با شمشیر راست ساخته میتونن یعنی حتی بر زیدی قیام کده میتونن این یک مسئله است سفیر سایب اشاره کردن در صحبت خود که در کشورهای اسلامی در مورد تکس هیچ چیزی روشن نیست از او خاطر مسلمان ها به کسی تکس هیچ نیستن شما در جنگ ارتداد یعنی جنگی که حضرت ابوبکر صدیق بر ضد مرتدین میکنه کسایی که از اسلام ردت جستن یا مرتد شدن اونا که مرتد شدن گپشان چیست؟ میگن بیادر ما امی نماز مفت تا میخونیم لیکن همین زکات تا حضرت صدیق میگه که اگه زکات نتین مثل همیست که نماز نخونین مثل همیست که کلیمه نخونین و بنابراین شما از اسلام خارج هستین پس به خاطر زکات است که سرواد جنگ میکنه و اینمی زکات تکس است که باید برای دولت داده شد در کل دنیا اسلام بدبختانه زکات حالی خوشبرزا شده اگر یک معتبر دلش شد دل خودش خواست زکات با منت گذاشتن بر سر جامعه با عنوان خیرات میده لیکن خیرات نیست زکات زکات تکسی است که باید بر دولت داده شود و عمرای مسلمان تکسه تکس گرفتن و ای تکس به حساب هم سوره مبارکه اریت الذی و بالدین آیا دیدی کسانی را که دین خود تکذیب کردن تکذیب کردن دین یعنی چی اونا و نمو کسایی هستند که در برابر یتیم مانع ایجاد میکنن و در دا تام دادن برای مسکین تلاش نمیکنن اینال مسکین از لفظ سکنا از لفظ سکونت آمده مسکین کسی ره میگن که یا به دلیل بیماری یا به دلیل پیری و یا به هر دلیل دگه از جای خود حرکت کده نتانه قدرت حرکته نداشته باشه اینمی رقم یک کسه دولت مجبور است که نفقه شود از بیت المال مجبور است که نفقه شود و از کدام مدرک میته این ازمی تکس یا ازمی زکاتی که میگیره چون که در اصر حضرت عمر ثانی یعنی عمر ابن عبدالعزیز زکات یک کشور افریقایی را گرفتن و برای حضرت عمر ثانی نوشته میکنن که ما این زکات گرفتیم میره چی کنیم او میگه که شما به دستور قرآن ایره را برای همی مسکین ها و برای یتیم ها و آجز ها بتید. و اونا برشان میگن که ما در ایج اونویت کسا نداریم که نیازمند باشن و ما برشان کمک کنیم میگن که از پول زکات مردم کاروان سرای ها بسازین، پل ها بسازین، راه ها بسازین بنابراین این مسئله دوم است که زکات یک چیز یک خیرات نیست که اگر دل آدم خواست بتا و اگر دل آدم خواست نتا این یک تکسی است که باید برای دولت پرداخته شود و یک تجربه دیگر که ما یک کمی پیش بیاییم در تاریخ اسلام و سرو اتکا بکنیم حضرت عمر فاروق کتی حضرت عبدالرحمن ابن عوف شوانه ده دوروبر مدینه میگشت که از حال مردم خبر شوه ده یک غژدي یک زن کوچی عرب میایه و میبینه که او یک دیگه سر, آت... سر دیگدان مانده و زیرش اتش کده راییس و میږه که الٰهی انتقام مره از عمر بدی حضرت عمر تکان میخوره ایچ. دهی نیم ای از خدا میخوای که انتقامش از ما بگیره ما بری چی بدی کردیم میره در خیمیش سر دیگش بالا میکنه که در دیگ سنگ ریزه هاست جوش کرده رویش میگه که چرا میگه سه روز است که ما و اطفال ما گشته استیم و ای سنگار د در ایجا میجوشانم که تفلای خودت تسلیب تو که این یک چیزی هست بلاخره پخته میشه لیکن تو خو می که سنگ پخته نمیشه حضرت عمر خودش میره از بیت المال آرد میورداره بوره میورداره روغن میورداره و عبد الرحمن ابن عوف میگه اجازه بیتی که ما ببرم میگه که بار مره در او دنیا که کی میبره که حالی تو میبری میای و برای ای حلوا پخته میکنه و ای زنه کت اطفالش سیر میکنه اینالی از داستان اگه ما نتیجه بگیریم دولت مکلف است برای کسایی که نمیتون وسایل زندگیشون آماده بکنه. بنابراین در تاریخ اسلام ما میبینیم که او شرایط اروپا وجود نداشته یعنی روحانیون مسلمان ایقا تسلط نداشتند که سلطان ها ید قدرتشان می بود منتا خلیفه دو رشته وظایف داشت اسلام یکی وظایف دینی داشت که وظایف دینی خلیفه در درجه اول پیش نمازی یا امامت بود خلیفه می آمد برای دیگه مسلمانان نماز می داد و وظیفه دومش نگاه کردن اصول اساسی دین بود چون که حضرت صدیق مثلا برای دفاع از دین جنگ ارتداد که مسایلمه کذاب و دیگه مرتدین شروع کرد و وظیفه سیمش اعلام جهاد بر ضد کفار بود و بالاخره وظیفه چهارمش اجرای حدود و گرداوری زکات بود. لکن پسانها وقتی که قلم روی اسلامی وسیع تر شد یک سلسله وظایف تازه هم جز وظایف غیر دینی خلیفه شد که او عبارت از حفظ و نظم امن عامه بود که امن عامه را باید نگاه بکنه طرح قوانین مطابق قرآن و سنت و زمنان در او مواردی ببینین وقتی که ما میگیم که اسلام کامل است الیوم اکملت لکم دینکم اسلام به عنوان دین کامل است شما این چیز به عنوان دین در اسلام زیاد کده نمیتونین لکن ما بین دو چیز باید تفکیک بکنیم و اکثرا ما در دنیای اسلام بین همی دو موضوع تفکیک نکدیم که دوچار یک مشکلات شدیم یکی دین است که عبارت از اس احکام است این بکنین و آن نکنین اردوی شامل احکام میشه این دین است یکی دانش دینی ماست دانش دینی ما استنباط ما از اس دین است اینا مسلمان ها در مورد دانش دینی خود دوچار اختلاف شدن و این اختلاف در دانش دینی یک مسئله بسیار طبیعی هم است یعنی استنباطی که ما از کلام الله مجید می کنیم به طور مثال یک مثال ساده خدمت شما عرض بکنم کلام الله مجید در وقت حضرت پیامبر و اصحاب این فتح و کسره و زمه را نداشت بنابراین این فتح و کسره و زمه در متون قرآن در آیاتش ظاهر شده نمیتونست وقتی که ظاهر نمیشد مثلا آیه که میگه که وقتی که بر نماز میخیزی فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إنو لي لأرجلكم أرجلكم بخانين إي أطف بعيد ميشا وشامل فاغسلوا ميشا يعني دستايتانا بوشوين رويتانا بوشوين و بشوين. لكن لیکن أرجلكم ای اطف قریب میشه و غمسه رو جد میکنه این مثلا در فقه اهل تشیع ارجل کم میخونن میگه پای مسه لکن لیکن در فقه اهل تسنن کم میخونن میگن که پای بشوی و حضرت پیامبر اکرم نظر به شرایط عربستان سعودی گاهی که در جنگ میرفته مسکده و گاهی هم پای خودش ششتنی بنابراین مسئله از این قرار است که مشکل اصلی ما و شما در سیکیولاریزم یا ضد سیکیولاریزم نیست ما که پیشتر عرض کردم که ما دوچار یک نوع افرادگیرایی شده ایم که وقتی که یک عقیده را تایید کردیم زدش ارچ که بود او را رد میکنیم ما متاسفانه این تلفیق عقاید یاد نگرفتیم یکی از دانشمندهای بسیار بزرگ افغان که فلسفه غرب بسیار عمیق خوانده بود و میفهمید استاد مرحوم صلاح الدین سلجوقی بود که ای زبان عربی را به میفهمید که او جامعه ازهر مصر برش لقب علامه لغت عربی را داده بود یعنی در عربی فامی خود از عرب مصر که پیش بود و از این خاطر او را لقب علامه سلجوقی داده بودند و زبان های انگلیسی و فرانسوی را بسیار خوب می فهمید. و فلسفه غرب و مطالعه عمیق داشت و نصر بسیار مقبول به فارسی هم نوشته می یک تو نصرش به حساب شیرینی نصرش ما برتان می که یک نامی سرگشاده برای برترند راسل فیلسوف معروف انگلیس نشته کرده بود و در اوجه نشته میکنه که بیچاره راسل تو نوت سال خاکسترنشین فلسفه و اخلاق بودی ولی اینک این منبر را باید برای مارلین منرو و مارلین برندو خالی کنی و ایشان نیز عملی ترین درسی که به خانواده ها میدهند این است که عملی طلاق و نکاح در هر فصل سال تجدید شود اینال ما میبینیم که مقاطعی کلی غرب چه مشکلاتی را در دنیای غرب به وجود آورده سیکیولاریزم و خدمت شما عرض کردم که یک تمایل بود لکن بعد از دوره رنسانس که در نتیجه پیشرفت علوم یک تعداد دانشمندای ایتیست یعنی بی خدا پیدا شدن امروز هم در دوره برتان شما دانشمندای ایتیست یا بی خدا رو میشناسین یکی از او جمله سامهریس امریکایی است که میگه شما این دین به زور دولت ها رو نابود کنین سر, سر دین هیچ پول مصرف نکنین در مکاتب خواندن دین اجازه نتین این نکنین آن نکنین این ای اناسور دیموکرات میگن که عقیده دینی را اگه سانسور کنین خیر است دیگه عقاید سانسور نکنین این او اعتدال بیرون شدن است اینالی یک نوع ایتیزم یا یک نوع سیکیولاریزم مبتنی بر ایتیزم است که او ادعا داره که شما تدریس علوم دینی را از مکاتب بکشین یک دولت سر سر دین باید ایچ پول خر... خرچ نکنه دو و سیم حتی یکی از ایتیست های بسیار تندرو میگه که همون کشیش یک از 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 دینی اگر یک طفل یک چایلد ابیوس هم کنه بیتر از ازی که او را دین یاد میده اونا ای قیفراتی استن اینا اگر شما ای عقیده افراتی را در نظر بگیرین بعضی از مسائل اسلام است که کتی سکولاریسم مبتنی بر ایتیزم یا بیدینی ایچ جور نمی آید. چند مثال برتان می تون. در درجه اول اینم قصاص در اسلام یک حق فردی است. اگر یک کسی یک کسی را می کشه و ورسیش او قتل سرو ثابت می این ای حق ورسه است که او نفر به قصاص برسانه. دولت او را خلاص کده نمی دولت مجبور است که او برای قصاصش برای ورسی مقتول تسلیم کنه بنابراین اگر یک دولت سیکیولرستی شما داشتین که او مثلا ایدام من کده بود گفته بود ایدام ایچ روانیست کتی قصاص چطور میکنین در حالی که یک عقی است که خداوند بر او داده این یک مسئله است مسئله دوم است که در غرب بعضی از گناه ها بعضی از اعمال ناشایسته بعضی از اعمال ناروا تابی سن اشخاص است در حالی که در اسلام از نظر او من است به طور مثال در اسلام قمار از نظر پرنسیب من است ای طفل و کلان نداره برای کلش یک من است یا <سؤال> 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 فرض میکنم شراب سن کار نداره برای کلش یک سان من است یا فرض میکنم دیگه گناه های کبیره با سن کار نداره در غرب بعضی از گناه ها تابی سن است سیگرت برای طفلی که زیر 18 سال باشه دو دوکاندار سرش سیگرت فروشه. لکن با مجردی که اجدا ساله شد با جواز پیدا میکنه که سیگریت بخره بکشه یا فرض میکنیم شراب امو رقم و دلچسپی چیز که در غرب از میسین 15 پانزده و شانزده تفلار یک تریننگ که تیم هوش میتن درست؟ و امو قسم در مورد مثلا زناب در اسلام برای کل مردم یک سال نارواست لکن در غرب باز ای تابع سن است سن ساله که پر پوره کده بود آمیزش دختر و بچه هیچ باک نداره پروا نداره و دلچسب شیست که بعضی از این مسا... مسائل اینمی عوام در غرب او را به عنوان حقوق خود قبول کردن و یک مسئله که مثلا غربی ها را مجبور ساخته که به ایتی و سکیولریزم پناه ببرن خود موضوع انجیل است انجیل به عنوان یک کتاب که تعلیمات حضرت مسیح را نشان میده اینمی مسائل که امروز در غرب جزی حقوق روزمره مردم شده ایر قبول ندارم ما برای شما از انجیل عهد جدید, جدید, از رساله پولس رسول به رومیان باب اول چاپ انجمن پخش کتب مقدسه صفحه 246 یک چیز را نقل میکنم برای تان میخوانم میگه و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و تویور و بایهایم و حشرات تبدیل نمودند لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا آباد متبارک است از این سبب خدای ایشان را به عوضهای خباست تسلیم نمود نوعی که زنانشان نیز عمل طبعی را با آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یک دیگر سوختند مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده و قوت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند ای سریع امی گیبازی و لزبیانیزم را که اینا با عنوان حق مردم مطرح کردن که مخالفت میکنن و بنابراین اگه اینا مذهب به صورت کلی دور نپرتن دیگه چطور میتونن که اینمی نقل قول انجیل با وضعی که پیش گرفتن آشتی بدن بعد از آمدن سلطنت های مطلقه در بین مسلمان که ای خودش یک مصیبت است اقبال راست میگه که خلافت بر مقام ما گواهی است حرام است آنچه بر ما پادشاهی است ملوکیت همه مکرست و نیرنگ خلافت حفظ ناموسی الهی است اینالی وقتی که ما پادشاهی را با عنوان یک اصل قبول کردیم د رقیقت په یگ نتیجی عجیب دغه رسیدیم چې خدایوند بر هر کس کې خواست پادشاهی را میته و از هر کس کې خواست میگیره و ای یگ نو جبریت د بین مسلمونو اوم څو و ای جبریت اینه می مسله بیعت چې اساس اسلام و اساس به وجود اوردن حکومت د اسلام بود از بین برد و نتیجه ای شد که سلطنت به یک موسی میراسی بدل شد اینالی ده این مؤسسه میراسی پدر چه صلاحیت داشت پسر چه صلاحیت داشت چه صلاحیت نداشت وارث سلطنت خود بود و شما تن آدمی خاندان شان صدوزایی و محمدزایی اردویش خانه جنگی هایی را که سر سلطنت شده ببینین که مثلا شا زمان یک بیادر خود کور میکنه باز شا به با انتقام او شا زمان کور میکنه باز یکی دیگر بلاخره ای سردش تا وزیر فتیخان بیچاره میکشه که او هم کور میکنن و بعد از او هم امی کشتن کشتن است خاطر قدرت سلطنت اینال شما جوانا مجبور هستین که در اسلام یک اساس سالم انتقال قدرت از یک دست به دست دیگه به وجود بیارین اگر ایره به وجود آورده نتانین هر پادشاه یا هر رئیس جمهوریتان که مرد مجبور هستین که یک دوره خانه جنگی را از نو بگیرین داستان بکش بکش از سر شروع کنین و بعد از او هر کس که زور شد اون قدرت بگیره و ای الا ماشاءالله ادامه پیدا میکنه بنابراین برای ایجاد یک اساس سالم قدرت شما مجبور هستین که جنبه های مثبت سکیولاریسم با جنبه های مثبت دین به هم تلفیق کرده بتانین یک نظام صالح به وجود بیارین که در اون نظام صالح سیستم سالم انتقال قدرت به طوری به وجود بیاد که سبب کشت خور مردم سبب این نشه که مردم سر قدرت یکی دیگه خدا بکشن اینالی یک مسئله که ما برای تاندهی یک روایت از صحیح بخاری شریف گرفتیم این را برای تان نقل میکنم و از این هم میخوایم که یک نتیجه بگیرم بخاری جلد دو صفحه سی و هفت حدیث شماره یکش روایت میکنه که ابو موسا الاشعری با دو تن از دوستان خود با ملاقات پیامبر آمدند و آن دو تن از پیامبر خواستند که برای ایشان بدهد و پیامبر گفت ما به کسی که خودش یک وظیفه را میخواهد آن وظیفه را نمی دهیم معنایش است که پیامبر اکرم انگیزه باطنی را در دا نظر دارد ما اگه میخوایم یک وظیفه را بخ... بگیرم انگیزی ما چیست چرا میخوایم بگیرم اگر انگیزی ما شخصی باشه پس انگیزی خدمت به ملت نیست بنابراین شما از تمام وکیل سایبای شورا پرسان که میتونین که برادر جان اگه قصد خدمت به مردم داری چرا وکالت و پیسه میخری پس چیزی که از انتخابات غربی برای ما و شما ناپسند است امیس که پیسه او بسیار زیاد مصرف میشه و هر کس پول زیادتر خرچ کرد اما قدرت میگیرد درست؟ از او خاطر ای را برای اسلام یک اساس دیگه داده اساس اسلام است که دو مسلمانی که مرتکب گناه های کبیره نشده باشن و دروغ نگوین و رشوت نگیرن یک کسی را باید در یک مقام کاندید بکنن و بعد از زو مردکره مردم برش رای پس ما فکر میکنم که اگر در قانون انتخابات افغانستان این اصل اسلامی را قیب بکنن که دو یا چند نفر مسلمان صادق یک کسی را کاندید کنند وازو مردکه مجبور نمیشه که عالم عالم پول مصرف کنه و وکالت خود به زور پول بخره و ای وکالت به زور پول خریدن در قطع بر مردم رشوت دادن است که هم مردم فاسد میسازه و هم وکیلی که پول مصرف کرده اگه فرض میکنم ده دلار مصرف کرده میخواه که او را صد دلار نخت بکنه و اگر صد دلار مصرف کرده امو رقم امور هزار دلار یعنی مشکل ما و مشکل تقلید کورکورانه است و ما میخوایم که صحبت خود با یک شیر از مصنوی عرفان بیدل برتان خاتمه بتون که به شیر صحبت چندان نمیگیره حضرت بیدل در شعر خود میگه که جمعی از اختراع نقش و نگار باخته آب و رنگ معنی کار یعنی آین خانه فهمیدند صورت جلوه منعکس دیدند عاقبت از قصور فطرت ها پستی آورد اوج امت ها. کمر جد و جهد چستی داشت لیک بنیاد فهم سستی داشت امر زای به هر زکاری شد مایه صرف هوس شماری شد سر بی مغز خود به سنگ زدن تیشه بر پشت پای لنگ زدن حرکات خواس و جهد عوام نیست جز رقص اشتر و لب بام. ساز تقلید خجلت آهنگ است سعی جولان ندامت لنگ است جهل بباک و عقل دورندش هر یکی عالم است در خیش چون به تقلید هم کنند آهنگ جام تحقیق دادند و سنگ پس ما در اسلام بعضی جنبه های بسیار عالی و خوب برای انتقال قدرت داریم مشروط به اینکه مسلمان ها خود از شر دولت های استبدادی خود خلاص کنند ما اگر جمهوری آوردیم جمهوری ما میراسی شد میراس آفل لصد اصد و بشار اصد رسی حالی بشار اصد میخواه کوره برای بچه خود میراس ببره اگر کمونیستی شدیم کمونیستی ما میراسی شد و جده کوریای شمالی که ملسون رابر بود بعد از او بچهش رابر جامعه شد عالی نواسیش است و پس فردا کواسیش رهبر جامعه میشه اینا سیستم میراس است اینا لی ما اگر جمهوری ما آوردیم می میخوایم او جمهوری میراسی بسازیم و اگر فرض میکنم چپی هم بودیم چپی ما هم به حساب تقلید میراسی بشه و راستی ما هم بنابراین خداوند اطاعت خدا و پیغمبر از شما میخواه لکن شما را نمیگه که با دیکتاتوری روحانیون هم تسلیم شوید این درست است که بعضی از روحانیون ما استدلال میکنن که ما قانون خدا بر زمین می خواهیم فکر فکرتان باشه که نوزم بالله خدا خودش در روی زمین نمی حکومت کنه اما روحانی که ادعا می کنه فساد پذیر است و هم کلام خداوند معروض به تفسیرهای مختلف و عجیب و غریب است و هم اشخاص معروض به فساد هستند بنابراین سر اشخاص یک کنترل باید وجود داشته باشه و بهترین کنترل سر افراد کنترل خود جامعه است بنابراین اگر انتخابات یک سیستم خوب هم نباشه در آخر در عاقبت امر برای جامعه شما و برای یک سیستم انتقال صالح قدرت ضروری است والله علم بالصواب اولی اگر کسی د یی موریت سوال یې از ما داشته باشه ما د خدمت است ما م ارتباط صحبت شوم که دین وقان تکمیل است ولی معلومات دین معلومات ما مال تکمیل نیس یک ځای در قرآن اومده که و سارق و سرقته فقطو ایدیهم یی رتر ترجمه او تفسیر کدان که زن د دز د مرد دزدا دسته شقنه کړ و امی حکم مثلا امیال در سعودی تطبیق میشه اگر یک دست گیر میکنن دست از را قطع میکنه. خوب این دوز وقتی که دست داره امت کار نداره که از رای مشروع این کار کنه دستی میکنه وقتی که دست از این قطع میشه پیش از این خوی یک مشکل داشت که امت کار نداشت آله امو امکانات که از دستش هم قطع میشه این ای بالکل بار دوش از جامعه میمونه اینان دمی ترجمه و تفسیر اشتباه نشده مثلا یک پدر بچه خودم میگه بچه فلانی دوستت آدم خوب نیست پای از او را دیگه از خانه قطع یعنی او نمیگه که پای شکت قطع یعنی نمانش که دیگه در این خانه بیاید. همین فقط او ایده ما آیا حکم است که دستش قطع شوه یا یک ایر از دستش ای کیر که از دوزدی دستش قطع کن که اینمی بیست مانع هفت فقی داره فقیدانه و در بعضی موارد ما می فهمیم که در صدر اسلام دست قطع شده لکن فقط او تنتاوی به معنای کوتا کردن به همین معنایی که شما گرفتین یکی از شرایط بسیار عجیبش که است او ایست که قاضی در جبین متهم اگر آثار صلاح و توبه را ببینه جزا یک درجه تخفیف میته بنابراین او رای تخفیفش در اسلام است و در دنیای اسلام همیشه به جرم دزدی دست مردم قطع نشده ایوازش امو تعبیر تنتاوی انتخاب کردن که مردم زندانی کرد از او خاطر اگر جامعه مثلا یک موضوع یک مانع فقیش که در یاد ما است که اگر یک شخص از بیت المال جزی کرده باشه دستش قطع نمیشه چون در بیت المال خود هم یک فرد حق داره و موارد دیگه هم است که یعنی دست ضرورتا قطع نمی کنن لکن فقط دستی که مثلا دست اصر پیغمبر قطع شده از یک زن بوده که یک گردن بند دوزی کرده بود و به حساب احتیاج دوزی نکرده بود این حالی اگر به حساب حواس بوده باشه حضرت پیامبر یک حدیثش است که منم هم میفهم یعنی چون در بخاری و در صحیح مسلم نامده لیکن در دا ابو داود آمده مثلا در مسند دا ابو داود و او گفته که اگر فاطمه دختر ما هم دوزدی کنه دستش قطع میکنه دیگه اونو دزدی که به حساب یک حواس باشه امور یک ذره سخت گرفتن در اسلام لیکن دزدی به اساس احتیاج یا دزدی نان و گفات دست قطع نمی شود در طول سالها مثلا در دنیا اسلام دزد زندانی کردن و دست قطع کردنش امر یعنی درست به هر صورت نیست چون زندان جایی است که اگر فرض می کنم یک کسی توبه و ندامت بکشه می به یک عضو جامعه بدل شود و یک مورد دیگه که در این مورد وجود داره است که قاضی در موقع فیصله خود همیشه نظر به احسان داشته باشه یعنی به با حساب خشم کسی رو محکوم نکنه وقتی حضرت عمر فاروق یادم می حضرت عمر فاروق یک ذره بسیار در مسائل دینی سختگیر بود بنابراین برش خبر دادن که این فلانی کس شراب میخوره و حضرت عمر فاروق میره از رای دیوال و در سر دیوالش بالا میشه که خانهش مراقبت کنه و میبینه که او راستی شراب مینوشه صبحشی را میخواه که توی گناه را داری او نفر برش میگه که من از یک حکم خدا تخطی کردیم لاکن تو از دو حکم خدا تخطی کردی پس کدام ما قابل مجازات هستیم؟ میگه که چطور میگه خدا گفته که ولا تجسس یعنی در امور شخصی مردم تجسس نکنین تو در سر دیوال ما شدی که در خانه ما تجسس کنی و این تجسس برخلاف قرآن است و دو خدا گفته که لا تدخلو بیوت غیر بیوتکم حتی تستعنیسو و تسلیمو علا اهلی ها خانه کس داخل نشوین تا که تک تک بسینین و از رای خانه اجازه دارد تو ده دا خانه ما از راه دیوال داخل شد حضرت عمر فاروق خنده میکنه میگه که پوره این دفعه میبخش بوده و از نفر به حساب از شراب خود توبه میکنه دیگه اینی هم یک موردی است که به این شیوه مثلا در هر جامعه در جامعه انگلیس هم یک حد معین امر بالمعروف و نهی عن المنکر وجود داره در دا این جامعه وقتی که میگن که در زیر سقف سیگرت دکش اینمی یک قید است اینمی یک, یک مانه است برای سیگریتی سیگریتی احساس میکنه که ولی آزادی مرا جامعه سلب کرده لاکن، مجبور است که میره قبول کنن قانون برش کشیده که در زیر سقف تا در ایستگاه سرویس در اون جام نمیتونی سیگرت بکشی یا فرض میکنم مبارزه که در جامعه بر ضد الکولیزم افراتی به وجود آمده که مردم توصیه میکنن که در موارد شراب یک قسم میانه روی اختیار بکنن اینا موارد و نمو امر بالمعروف و نهی عن المنکر است منتها یکی او رقم چیز است که شما با اصطلاح دوره را وارد دارین و بزنین که ما خود من نمونه شما در سال 97 از طرف بی بی سی در کابل رفته بود اون وقت حکومت طالبان ما اوج قدرت خود بود ما خود ما همین با گردنه باغ بالا که میگن جایی که سرک از هتل اینترکانتیننتال پایان میشه دینمیج منتظر تاکسی بودم که یک خانم امرای شوار خود او وقتا در کابل هم تاکسی کم بود و هم بسیار قیمت بود این مردایی که بایسکل داشتن خانم خود پشت سر در قنجغه بایسکل میگشتند ایمی خانم حامله بود و شاید اولین حملش بود دوچار دلبدی شد از بایسکل شوار خود تا شد و در بغل جویشش چادری خودم تو به شدت پس انداخت که که موتر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبا آمد شرع کتی شلاق چرمی که در دستش بود د شانی زد ما فورا در چرت ما گشت که اگر ما می بودم و ای خانم ما همیتو همی تو می زد ما چی می کتی خود یک معاسیبی بشه ساده کدم و اگر ای, ای طالب می که او چرا خو ای کلشینکوف خودم گرفت مرام میزد و اگر چیزی نمیگفتم گفتم این مناسبات ای مرا که تی برای همیشه خراب کرده بود به خاطری که هر وقت که مد خانه خود که خانم خود گپ میزد اون میگفت که بی غیرت پیش روی تو یک مرد بیگانه مرا زد تو هیچ گنگ بودی هیچ گپ نزدی از او خاطر او امیرخان متقی وزیر اطلاعاتشان بود او رو ما گفتم او برادر ما امروز اینه تو یک سنه رو دی کابل دیدیم شما دیوان هستین کجا روان هستین ای چی میکنین, او گفتم ما 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 ای میکنین؟ و گفتم من میره در زین ما گشتیم اگه خانم ما میبوده می تو کتی تازی میزدینش م چی میکنم چرا این کار رو میکنی یکی اونو رو کم امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که اگر او رو بکنین جامعه بر تان شورش میکن و یکی امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده و چوکات شرعیش ببینین از قرآن اگه ما شما درس بگیریم حضرت موسا و حضرت هارون میگه پیش فرعون برین لکن کتی فرعون به نرمی گپ بزنین و دستور خدایی است که کتی فرعونی که دعوای خدایی داده بر ضد خدا تغیان کرده که تو میگه با نرمی گپ بزن تو که برادر مسلمانت با نرمی گپ زده نمیتونی یعنی چی از او خاطر ما فکر میکنم که حکومت ها یک درجه زیاد عرفان اسلامی را هم کار دارن که با عرفان وقتی که برسن می خشونتشان یک ذره تعدیل شوه حالی بیدل مثلا دست عصر ما نبوده ای تعلیم و تربیه عصری ما و شما را نمیفامید لکن میگه که قدرت تربیت از بازوی تهدید مخوا به حوست بایزه شکستن نکند پر پیدا هزارها تخمه بشکنن اینو به چوچه بدل نمیشه خاطری که بیستی روز کار داره که تخ مرخ و تخم مرغ سر او تخم میشینه و سینه بزنه تا او را به چوچه بدل کنه از او خاطر اگر ما و شما در این مناسبات اجتماعی خود اینمی تدریج از یاد ببریم و فکر بکنیم که جامعه ما در ظرف دو روز همو چیزی شود که ما میخواهیم او تو متاسفانه نمیشه مثل که شما یک طفل خردسال قدم و قدم کلان بکنید نمیتونین از او انتظار داشته باشین که شب در میان با بلوغ برسه یک مسئله را به یاد داشته باشین که یکی از احادیث حضرت پیغمبر هست که میگه خود ما صفا ده ما کدر یعنی خوبی شب بگی بعد برای خودش بگذار اینا لی موارد وجود داره که اسلام خود از فرهنگ های دیگه مردم بی نیاز ندانسته مثلا اصول دیوانی را حضرت عمر فاروق از فارس گرفته پس مسئله سری است که برخورد ما کتی غرب اگر برخورد رد مطلق باشه ما هیچ چیزی یاد نمیگیریم به خاطری که غرب امروز ما بخواهیم نخواهیم کانون علم و فلسفه و دانش شده و ما باید از این دانش و از این فرهنگ استفاده بکنیم بنابراین دروازی علم به روی جامعه بسته کردن و مردم به اصطلاح کور نگاه کردن رای حل نیست به خاطری که اگر شما یک جامعه پیشرفته نداشته باشین یک جامعه محتاج یک جامعه گدا یک جامعه فقیره من استقلالش باور دارم نه آزادیش هیچ چیزش باور ندارم به خاطر که او همه چیز خود به خاطر مثلا می رقمی که ما در انتخابات گذاشته در افغانستان دیدیم که مردم که بیچاره بودن که با ده دلار رای خود میفروختن از او خاطر یعنی ارز آخر ما ایست که در غرب جنبه های بسیار خوب در فرهنگ غرب وجود داره کار تلاش شیوه دقیق بسیار تحقیق غربی اینا چیزهایی است که ما باید از یا یاد میگیریم چونان که اینا در یک مرحله از ما یاد گرفتن سفیر سب موارد بسیار خوب نقل کردن که نشان میداد تا یک مورد دیگر هم به خاطر دارم که یک کشیش اسپانوی از جوانای اسپانیا انتقاد میکنه که این زبان لاتینه که زبان انجیل است یاد نمیگیرن میرن زبان عربی را یاد میگیرن خاطر که او وقت زبان عربی و درد اونا میخواست میخورد که میتونستن فرهنگ و تمدن و علم اسلامی را به جامعه خود انتقال بدن امروز تجاوز روسا با تمام جنبه های بدی که داشته یک جنبه بسیار خوب هم داشته و او جنبه خوبش ایست که افغان ها خوشبخت داره تقریبا تمام زبان های دنیا را یاد داره بنابراین اگر فرض می از این استعدادشان استفاده شود و اینا تشویق شوند ما در ظرف چهار پنج سال محدود میتونیم که تمام ادبیات و فرهنگ غرب به زبانهای خود انتقال بدیم و زبانهای خود بسیار غنی بسازیم اینا مواردی است که ما از او بینیاز نیاز شده نمیتونیم شما دیدین که دو تا دانشمند فیزیک سر یک مسئله فیزیک گریبان یکی دیگه خود گرفته باشند یا یک دانشمند امریکایی که یک دانشمند روسی سری این مسئله اختلاف کنن که مجموعه زوایا یک مسلس دو قایم است در این مورد اختلاف نمی بینین نه؟ بنابراین معلومات ما از دو جنس است یکی محسوسات و معقولات ماست ما او روز که تی اولادای خود فکر میکنم گپ می که خداوند سی چیز برای ما بخشیده برای درک کردن حقایق دروازی اول ما به طرف دنیای بیرون از ما حواس پنجگانه ماست ما میبینیم می چشیم لمس می کنیم و حقیقت یک چیز توسط درک می کنیم به طور مثال اگر بگوییم که دیوال سفید است یا این دیوال سفید نیست کل ما و شما با چشم می بینیم در این بر ما جربه پیدا نمیشه. و در بعضی جایی ها که عواص ما کار نمیکنه باز پای عقل در بین میه مثلا ما قبول میکنیم که جز و از کل خود کده خوردتر است و حقیقت سیوم یا منبع آگاهی سیوم ما وحی است که خداوند پیامبرایی رو برای ما روان میکنه و وحی مسئله سیوم است اینالی اختلاف در محسوسات و معقولات کمتر صورت گیرد لکن اختلاف در اموری که محسوس و معقول نیستن و در تصور ما نمی در او مورد پیدا میشه. اجازه بتین بر شما یک مثال بیتون. من این که شما یک بحث شروع میکنم میگم که بچه پاچای دیوا دختر خدا بر بچه پاچای پریا داده شما برعکسی را ادعا میکنین کسی این موضوع را برای ما و شما ثابت کرده میتونه نه هیچ را بر ثبوتش نیست از او خاطر بحث و جدل که در بین مردم پیدا میشه در مورد او چیزایی میشه که در عقل ما یا در حواس پنجگانه ما نمی و بنابرین در او مورد مثلا ما شما مسلمانا اعتقاد داریم که خداوند یکه و یگانه است شریک و مانند نداره و وجود مطلق داره درست؟ اینال یک ایتیزم میگه که خدا وجود مطلق نداره نیست ایچ وجود نداره مثل ریچارد داکینز یک کتاب دیلیوژن آف گاد نشته میکنه این جامعه اگر یک جامعه سالی باشه نمیره که او داکینز گردنش بزنه که تو چرا از خدا منکر شدی او رو به عنوان آزادی عقیدهش میگه تو را عقیدهت لیکن ما باور دارم که خدا هست پس خودت هم آزادی عقیده داری او هم آزادی عقیده خود دارد و این دلچسپ است که در گذشته در تاریخ اسلام وجود داشته یکی از فیلسوفای مشهور مسلمان ابو علا المعریس ای شاعر بود نابینا بود و بسیار بدبین بود و در یک مورد میگه که اثنان اهل عرض زو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له مردم روی زمین دو گروه هستن او گروهی که عقل دارن و دین ندارن و او که دین دارن و عقل ندارن اینا این امیره امی ابو علا نه کسی تکفیر کرده نه کسی پشتش گرفته نه هیاهو خال مخال انداخته یا مثلا کتاب توحافت الفلاسفه الغزالی او روز ما سفیر سایه گفتم که کاش غزالی همی کتاب نوشته نمیکد کتاب الغزالی همی توحافت الفلاسفه اش برزید ابن سینا و الفارابی است لیکن مثلا ابن رشد دنیا اسلام آمده و کتاب توحافت و توحافه نوشته کرده و سر غزالی انتقاد کرده یه انتقاد علمی است غزالی را انتقادش سر ابن سینا و فارابی علمی است و از ابن رشد هم و بسیار دلچسب است که دا بین دانشمندان مسلمان امی ابن رشد که در غرب هم بسیار نفوذ داره بسیار طرفدار سیکیولاریزم دینی بوده سیکیولاریزم دینی است که ما تنها در آخرت نچسبیم بلکه کوشش بکنیم که دنیای خودام تغییر بدهیم دنیای خودام بهتر بسازیم ابن رشد در جمله فیلسوفای مسلمان بسیار طرفدار سکولاریسم دینی است